سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران، همسازی ملی جمهوری خواهان. امشب یک دعوتی دارم آقای همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمان های جبهه ملی خارج از کشور، از مبارزین خوشنام و پایدار قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و یکی از نادر کسانی است که در این همه سالهای سال چراغ جریانهای ملی، جبهه ملی در از کشور و حد توان در داخل کشور و جمهوری خواهان را به دوش می کشند تا به امروز و یکی از پیشنهاد دهندگان و مؤسسین همگامی جمهوری خواهان هستند، اون پنج جریان که امیدواریم تعدادش هم بیشتر بشه و بتون جریان جمهوری خواهی در آینده ایدم. ولی دستور روز امشب ما مسئله اعدام ها در ایران می باشد. از جنبش زن زندگی آزادی مهسا حدود 8 ماه می گذرد آقای مهمنش، ولی رژیم جمهوری اسلامی به شدت اعدام می کند. جوانان، زنان، مبارزین در زندان ها و اعدام های خیلی زیاد که انظر جمعیتی بعد از چین فکر می کنم ایران قبل از چین قرار می گیره. چون جمعیت تعداد اعدام ها در چین و ایران از جمعیت نگاه کنیم 85 میلیون جمعیت و یا 265 تا اگر خوب به خاطر داشته باشن، ایران در صدر قرار میده. نظر شما به سازمان های جبهه ملی خارج از کشور در مورد این اعدام ها و کلن در مورد اعدام در دموکراسی آینده ایران آقای مهمنش چگونه میبینید؟ حدودی 20 دقیقه وقت دارید، بفرمایید آقای مهمنش. خیلی متشکرم از لطفتون. من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. واقعیت اینه که مسئله اعدام در ایران یک امری شده که جهان داره بهش توجه میکنه و میبینیم که در سال 2022 576 نفر رو اعدام کردن، علاوه بر اونایی که تو خیابون‌ها کشتن، علاوه بر اونایی که زیر شکنجه کشتن، 576 نفر رو این حکومت اعدام کرده و این آمار نسبت به جهان، در سطح جهان اولین کشور نسبت به جمعیتش. و متاسفانه در سال جدید 2023 هم این کار ادامه داشته و کشتار و اعدام و شکنجه همچنان ادامه پیدا کرده. سال 2022 اعدام ها یک رشد 75% نسبت به سال 2021 داشتن و همین رشد رو 75% رو در سال کنونی، در سال جاری ما نسبت به سالهای سال 2022 داریم، یعنی داره به طور تصاعدی بالا میره. متاسفانه این مسئله اعدام یک وسیله شده برای ارعاب و کشتار مبارزین، حذف مبارزین از صحنه. و ایران یکی از کشورهایی که همونجور که عرض کردم بالاترین آمار رو داره در اعدام. این در سال 1981 150 کشور هنوز اعدام میکردن، مجازات اعدام داشتن، ولی در سال 2022 تنها در 19 کشور جهان از 195 کشور مسئله اعدام صورت گرفته. یعنی واقعا در دنیا این جمهوری اسلامی در کشتار هموطنان ما تکه،
و رقیبی نداره. رقباش در لحظه حاضر عربستان سعودی با 196 نفر اعدامی در سال 2022 و چین که میگن احتمالاً بیش از 1000 نفر رو اعدام کرده ولی شمار دقیقی ندارن از شمار اعدام ها. ببینید جمهوری اسلامی از اولی که اومده تا امروز دست به اعدام زده و از سال فقط از سال 57 تا 300 تا 99 یعنی 1357 تا 1399 بیش از 44,000 نفر 44,600 نفر رو در ایران با حلق‌آویز کردن، ترور کردن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان کشتن. یعنی جمهوری اعدامه، جمهوری واقعا نابود کردن افراده. من یه خاطره به شما بگم، من در کودکی زمانی یکی از افسران حزب توده فامیل ما اقوام ما بود و خبر اومد که میخوان ایشون رو اعدام بکنن، من یادمه اون زمان که اصلا تمام فامیل ما چه حالتی داشت و از وضعیت من چند روز واقعا کابوس داشتم و مدتها این مسئله تو ذهن من بود و همیشه وحشت داشتم از اعدام و نفرت داشتم از اون. بعدا متاسفانه وقتی که اومدم آلمان من با چند نفر از دوستانم در مشهد، سال آخر رو در مشهد بودم برای گرفتن دیپلم. سه نفر از اون دوستان من بعدا رفته بودن طرفدار چریکار شده بودن و واقعا میتونم بگم که بهترین دوست ها بودن و یکی از اونا حتی اومد با من آلمانی خوند که بیاد آلمان، منتها به خاطر سربازی نتونست بیاد. شنیدم بعدم که اینو در سال 60 و به اصطلاح 70 و 4 5 شنیدم، یعنی که این چند سال بعد به هر حال شنیدم که اینها رو میخوان اعدام کنن. شما اون حال و روز و اون شرایطی که من داشتم واقعا چیزی که بود رو اصلا در تمام زندگیم رو من تأثیر گذاشت و رفتیم اعتصاب قضا کردیم در پاریس تو هفته، منتها اونها رو اعدام کردن. میخوام بگم که این ارقام فقط عدد نیستن، اینها انسانهایی هستن که خانواده دارن، پدر مادر دارن، زن بچه دارن، دوست دارن، آشنا دارن، اینا همه داغدار میشن و همه از این وضعیت رنج میبرن. این شماره 44,600 و بعد از اون باز هم هزاران نفر به اینا اضافه شده، این وحشتناکه. مردم ما واقعا به این خاطر اصلا شما میبینید که غمگینن. همین اواخر در مورد جریان اصفهان سه تا از جوانا رو دوباره اعدام کردن که اصلا معلوم نبود که اینا توی جریان بودن نبودن، چی بوده اینا، فقط برای اینکه چشم زهر بگیرن. به هر حال سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور از همون آغاز در منشوری که در سال 2005 نوشته شد، البته ما با دوستان جبهه ملی قبل از اون هم باز معتقد به اصطلاح حذف مجازات اعدام بودیم، توی منشورها و چیزهایی که می نوشتیم اونجا می آمد، ولی سازمان های جبهه ملی هم در خارج از کشورم در منشورش اصلا مسئله حذف مجازات اعدام اومده. واقعیت اینه که اعدام یک کاری ضد انسانیه و خودش سرمنشأ خشونته و اثر اعدام برگشت ناپذیره. شما میبینید که کسانی بودن که واقعا بیگناه اعدام شدن برای اینکه اون شرایط خاصی بوده، صحبتی که کردن به عنوان
قبول به اسلام گناه مسئولیت بوده و غیره، اعدامشون کردن. در همین جمهوری اسلامی که صدها یا هزاران نفر رو بی گناه اعدام کردن و ما این رو میدونیم، بدون دادگاه، بدون از افراد انتقام بگیره. اعدام امروز یه وسیله شده در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حکومت. اصلا ربطی به حق و عدالت و این حرفا نداره. هر کی رو که حکومت نخواد میگیره اعدام میکنه. حالا اومدن قصاص و فلان و اینا رو هم آوردن و اون هم تمام جریان ضد انسانی اینا مربوط به مجازات هایی که 1500 سال قبل اجرا می شده، اصلا با دنیای امروزی ربطی نداره. امروز فقط در 19 کشور جهان اونم برخی ها به ندرت اعدام میشه و ما از دنیای متمدن عقب افتادیم با این حکومت. و یک تجربه‌ای که تمام پژوهشگران هم میگن اینه که در تمام کشورهایی که اعدام نمیشه خشونت کمتره. اینا همه مسائلی هستش که باید مورد توجه به قرار بگیره. این جمهوری اسلامی از همون اولی که اومده، همون شب اول اومد این آقای به دستور آقای خمینی اون افسران رژیم گذشته رو اعدام کردن بدون دادگاه، بدون هیچ مجوزی، بدون اینکه بیان صحبت بکنن. تو امروز تو علم قضای امروز همیشه میرن نگاه میکنن و میگن که نباید به طور جمعی کسانی رو محکوم کرد، باید گناه هر کس رو برای خودش برای به عنوان اون فرد خاص ثابت کرد. حقوق امروزی اینو میگه، منتها این حقوقی که اینا دارن مال 1500 سال پیشه و کشور رو عقب مونده نگه داشتن، عقب مونده به عقب بردن، ما رو به وحشیگری انداختن و امثال هم. من چند تا نقل قول میارم از افراد مسئولان این حکومت که واقعا باید بهش توجه بشه. آقای خامنه ای میگه اسلام مقاتله است، میگه اینو، مقاتله است. مقاتله یعنی کشت و کشتار، یعنی زد و خورد، محاربه. دین نیست بلکه کشت و کشتاره. بعد آقای صادق لاریجانی که به اصطلاح رئیس قوه قضاییه بود، ایشون چند تا توبت کرده. یکی گفته که اسلام از ارزش های اسلامی است. خب این ارزش های اسلامی عقب افتاده است، اینها ضد انسانیه، جنایتکارانه است، اینها رو باید از بین برد. یا اینکه گفته مخالفت با اعدام مخالفت با دین اسلام است. شما نگاه کنید واقعا چه آدمایی تو این مملکت مسئولیت قضاوت رو دارن. اینا همین آقای رئیسی جز این که در زندگیش تعداد زیادی از انسانها رو داده اعدام کردن، چه کار دیگری بلد بوده؟ چه کار دیگری بلده؟ آی مهمنش، اعدام در جمهوری اسلامی شدتش خیلی بالاست، همونجوری که فرمودید. در قبل از 57 محمد رضا پهلوی به رضا شاه هم اعدام میکردن، ممکن تعدادش کمتر بود، ولی اعدام مخالفین در 120 سال اخیر یا قبلش هم بوده، ولی بخصوص 20 سال اخیر از مشروطیت تا به امروز وجود داشته و وجود داره، همونجوری که فرمودید. ولی امروز زمینی که جمهوری اسلامی به شدت اعدام میکنه، یه سری از مخالفین از جمله طرفداران رضا پهلوی و طرفداران رژیم سابق طرفدار اعدام مخالفین هستند. جبهه ملی ایران در ایران
و سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور که خواهان گذار مسالمت آمیز و همجور که فرمودی در آخرین منشور سازمان جبهه ملی هم لغو اعدام یا حذف اعدامه، شما چگونه این همچون که فرمودی در بیشتر دموکراسی های جهان به کشورهایی حتی که اعدام وجود دارد هنوز ولی اجرا نمیشه یا به ندرت اجرا میکنه، شما چگونه این فرهنگ خشونت در دموکراسی آینده ایران که یک جمهوری، توسعه اقتصادی، منشور جهانی حقوق بشر، تمامیت ارضی و توسعه اقتصادی همزمان با ارتقاء فرهنگی هم بیاره با مشکلات رنگین کمان ایران، شما اینو چگونه میبینید؟ بفرمایید. بسیار باعث نگرانیه اگر این گروه ها و جریان سلطنت طلب یا مشروط خواه، من نمیدونم، همیشه مشکل دارم با این عبارت برای دوستانی که معتقدن مشروط خواهن. البته نسبت به گروه های دیگه سلطنت طلب اینها بهترن، ولیکن من مشروط خواهی رو موقعی قبول دارم که این گروه ها بیان و از سالهایی که مشروطه رو رضا شاه و محمد رضا شاه تعطیل کردن انتقاد جدی بکنن، منتها این رو ما نمیبینیم. بگذاریم به هر حال، ولی چیزی که هست باعث نگرانیه که گروه های سلطنت طلب طرفدار اعدامن. من حتی فکر میکنم مجاهدین هم خلاف اعدام صحبتی نکردن و این باعث نگرانیه. البته مردم ایران به شدت از مسئله اعدام با اعدام مخالفت کردند، بارها در مقابل زندانها شعار علیه اعدام دادن، همین اواخر در اصفهان این مسئله صورت گرفت، در جاهای دیگه، و ما امیدواریم که مردم ایران اون رشد فکری و سیاسی رو داشته باشن که بار دیگه گرفتار یک حکومت دیکتاتوری نشن و یک حکومتی که بخواد خونریزی بکنه. ما باید توجه داشته باشیم این حکومت هایی که میان شروع میکنن به اعدام، اول از همه میرن سراغ اون کسانی که فکر میکنن هیچ کس باش با اعدام اونها مخالفتی نداره، بعدن اون وقت این اعدام رو گسترش میدن به کسان مخالفان خودشون و تمام کسانی که صداشون در میاد و اعتراض میکنن. جمهوری اسلامی همه دیدیم نمیتونن اینها کشور رو اداره بکنن، اینها قادر به حل مسئله اقتصاد نیستن، حل به مسئله محیط زیستی نیستن، فرهنگشو ندارن، نادانن و در اعتراض مردم اعتراض میکنن آقا مملکت شما ما رو گرسنه کردین، ما رو بدبخت کردین، ما رو به جنگ باختین. همین اعتراض ها رو اینها میخوان با اعدام، فکر میکنن که با اعدام میتونن تموم کنن و این هر حکومت هم که بیاد و وسیله اعدام رو داشته باشه خیلی راحت دوباره میگیره همون هر کی مخالف اعدام میکنه. براش مطرح نیست که مشکلات مردم چیه، مشکلات خودشو میخواد حل کنه و اعدام هم ساده ترین کار هست. اول میگیرن چند تا آخوند و فلان اینا رو اعدام میکنن، بعدن هم میرسه به روشنفکرها و دانشجوها و دانش آموزا و نمیدونم تمام کسانی که اعتراض میکنن. ما اینو تجربه کردیم، دوباره نباید دوباره از همون سوراخی که گزیده شده بودیم دوباره گزیده بشیم. سوال آخرم از شما، آیا امکان این دارد که سازمان جبهه ملی خارج از کشور یا جبهه ملی داخل در مورد اعدام بشه یه بیانیه این جمهوری خواهان، کسانی که خواهان حذف یا لغو اعدام در ایران میباشند، پشتیبانی یه نوع همبستگی بشه که لااقل سر این نکات همکاری فعالتر بشن نیروهای خارج از کشور و داخل کشور و این عمل انسان دوستی و حقوق بشری بتونه یک نقطه اشتراکی بشه؟ نظر شما چیست؟ کاملا همینطوره، ما باید در این مورد کار بکنیم. من یادم رفت بگم به یک مبارزه هم در خود ایران صورت گرفت، مبارزه مدنی در به نام لگام
لغو مجازات گام به گام اعدام که براشون نوشتم چرا گام به گام، سعی کنیم که ما خواست خودمون رو روشن بگیم و بعدا چیز کنیم، ولی به هر حال این جنبش وجود داشت و رژیم هم به خاطر این کلیا رو گرفت، در زندان انداخت. ما باید این همکاری رو سعی کنیم به وجود بیاد با تمام گروه های دموکراتی که مخالف اعدام هستند و یک صفی درست کنیم برای مقابله با اعدام، کمپین بگذاریم علیه اعدام در کشور و تا اونجایی که میتونیم این جنایات جمهوری اسلامی رو افشا بکنیم و بدونیم که این مسئله اعدام با مسئله دموکراسی در ایران عجینه. اگر میخوایم به دموکراسی برسیم باید مسئله اعدام در ایران به عنوان مسئله تلقی بشه که مال قرون گذشته بوده و امروز دیگه جایی در کشورهای متمدن نداره. خیلی ممنون از اینکه دعوت مرا قبول کردید و تا آینده دیگر متشکرم آقای مهمنش. منم از شما شب تشکر شما میکنم، خوش. امیدوارم که موفق باشید.